بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض و سلام و احترام خدمت ملت نجیب و شریف و پر افتخار ایران، درود و خدا بر اجداد و نیاکان شما باد، همچون صحابی جلیل القدر حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه، همچون بزرگان جهان اسلام مثل راویان حدیث های صحیح با سند سردار دو عالم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، مثل بخاری، ابو داوود، ترمذی، نسائی، مسلم و حاکم نیشابوری و ابن ماجه و دیگر بزرگان ایران زمین، عارفان، شاعران و حکیمان که بعد از صحابه و تب و طایبین و هر کنام این بزرگواران به نوبه خیش چه خدمات بزرگ به جهان اسلام کردند که سخت کوشیدند برای پخش و نقش قرآن و مجید و سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم در قاره آسیا، افریقا، بخشی از اروپا و رسانیدن این نور توحید آین لا اله الا الله محمد رسول الله که تا هنیز پیروی میکنند از قرآن مجید و سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم. سلام و درود خدا بر شما ای بزرگان ایران زمین. نفرین و لعنت خدا بر کسانی باد که این افتخار جهان اسلام را از این ملت و پر افتخار ایران زمین گرفتن، خود به کوچک کردن ایران بزرگ را، دین و مذهب جدایی از اسلام ولی به نام اسلام با کشتار و قتل عام و سوختاندن این ملت پر افتخار به نام مذهب شیعه یعنی پیروان اهل بیت بزرگ بر این ملت یکتاپرست و توحیدی تعمیر کردند که پایه و اساس این مذهب مخالف با خدا که خدای بزرگ را ناتوان معرفی می کند که نتوانست قرآنش را حفظ کند، مخالف با پیغمبر که نتوانست رسالتش را کامل کند، یعنی اون دروغ که بر خدا می بندند، یعنی امامت علی که از جانب خدا بود پیغمبر از دست اعلان نکرد و با بی‌شرمی و بی‌حیایی توهین کردن و فوش ناسزا بر همسر جناب رسول خدا صلی الله علیه و سلم و فوش ناسزا بر یاران و با وفای سردار دو عالم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. آیا ملت شریف ایران به این بلوغ فکری نرسیدند که مدت دو ساعت از این عمر خدادادی خود سر را در جیب تفکر فرو برند و پایان زندگی فکر کنند، وجدان خود را قاضی کنند که وجدان یگانه دعایی است که احتیاج به قاضی ندارد؟ بیایید از خودمان سوال کنید چرا بعد از 35 سال جوانان ایرانی مسیحی می شوند؟ چرا جوانان ایرانی دوباره زرتشتی می شوند؟ یا کسانی که خداوند به اونها توفیق می دهد به قرآن مجید دنیا آورند این مذهب کلک و فریب و دروغ را ترک می کنند و چنگ میزنن به قرآن مجید و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ بیایید فکر کنید که چرا مایان تغییر میکنیم، یعنی چرا دروغ میگوییم در حال که خدا من دروغویان را رنت میکند؟ از خود من سوال کنید آخر چرا مایان به ناموس پیغمبر من فوش ناسزا و بد بیرا میگوییم؟ آخر چرا مایان با با یاران پیغمبر من دشمنی داریم؟ آخر چرا مایان خلاف دستور پیغمبر من عمل میکنیم؟ آخر چرا قرآن مجید را تعریف شده می دانیم؟ آخر چرا مایان مدت 35 سال است که مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل که راه قدس از کربلا می گذرد شعار می دهیم در حال که با کشتار مسلمانان در عراق، سوریه و یمن مشغول هستیم، با قتل عام، کشتن و سوختن و تجاوز به ناموس امت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم؟ بیایید از خودمان سوال کنید آخر چرا هوای خراب کردن مکه و مدینه را در سر می فرورانیم؟ بیاید از خودمان سوال کنیم که این چه دین و مذهبی از کمایان از آن پیروی می کنیم؟ پس شما ای برادر عزیز و خواهر محترم، شما خودتان قضاوت کنید. پس بدانید که ای ملت شریف ایران که این آخوندهای رافضی نمایندگان یهود و نصارا است که با رفت اسلام این ظلم های نابخشودگی را بر شما ملت شریف روا می دارد. و این را بدانید ای ملت زندانی شده به دست این آخوندهای یهودی، و این را بداند اگر ظلم که بر اهل سنت می کنند، اگر مساجد اهل سنت را خراب می کنند، اگر علمای اهل سنت را شهید می کنند، به خدا قسم که این ظلم بر اهل تشریع به مراتب بیشتر است. اولین ظلم که بر اهل تشریع کردن و می کنند این است
آن چیزی که اصل اسلام و نام محمدی را تشکیل میداد، یعنی پیروی عمل کردن به قرآن مجید و پیروی عمل کردن به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، این اولاد حضرت سلمان فارسی را دور نگه داشتند. دومین ظلم که بر این ملت مسلمان مظلوم کرده و میکنند این است که این مردم خوشباور را از سوی ابتدافرستی و توحید به سوی مخلوق اون هم مرده ها به سوی شرک و خرافات و بدعدل و غیر خدا دعوت میدهند، در حال که الله جل جلاله میفرماید که بندگانم خدایتان من هستم، من اجابت کننده دعایتان هستم، من با تمام اعمال شما حاضر و ناظر هستم، من از درد بدن با شما نزدیکتر هستم، من را بخوانید و کنید، من را نخوانید که شرک است، من از شرک بیزارم، این ظلمی است بر خدا که هیچگاهی بخشیده نمی شود. سومین ظلم که نابخشیدنی که بر اهل تشیع کردن این است کلام که کلام رب العالمین قرآن مجید را غیر قابل فهم و تعریف شده معرفی کردن و از همه کفر بالاتر که پروردگار عالمیان را عاجز و ناتوان معرفی کردن که نتوانست قرآنش را حفظ کند و این امت مسلمان و اولاد حضرت سلمان فارسی صحابی جلوغت را در حالت شک و تردید راجع به قرآن مجید نگه داشتند. چهارمین ظلم و توهین کردن به این ملت پرافتخار این است که با عقل و شعور این ملت مظلوم و اسیر به دست این آخوندهای رافضی اسبازی میکنند. پنجمین ظلم و نابخشیدنی که در حق این ملت مظلوم میشود این است که سخت میشکند غرور این ملت تا و زیر پا میکند شخصیت و حیثیت و غیرت و شجاعت این ملت تا و نام صیغه بر ناموس این ملت شود دانی میکنند این دشمنان قرآن. اگر این عمل زنا یعنی صیغه اینقدر ثواب دارد، کسی که صیغه میکند بعد از این عمل زنا غسل میکند، هر قطره آبی که از بدن این زنی میچکند میشکد تمام گناهانش بخشیده میشود. چرا این آخوندهای رافضی از این ثواب اهل بیتشان را دور نگه میدارند؟ چرا این اهل منبری ها دفاتر برای اهل بیتشان باز نمیکنند که مردم صداقت این تضامن را ببینند؟ ای ملت شریف ایران، بیدار شدید که به نام اسلام و ولایت فقیه و امام زمان خوب کلا گذاشتن سرتون. شیشمین ظلم که بر این ملت مظلوم و اسیر به دست این آخوندهای رافضی یهودی شده است این است که این ملت مسلمان را از صف اسلام خارج و به صف کفار داخل کردند، از ایشان خمس میگیرند، در حالی که خمس مال غنیمت است که از کفار به دست می آید و اون زکات است که از مسلمان گرفته می شود، نه خمس. ای ملت بیدار شوید، به کجای کار هستید؟ در آخر این دشمنان اسلام به نام دین، به نام اسلام، به نام محبت اهل بیت که در هیچ جای از قرآن مجید و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم به نام عزاداری ذکر نشده است که به شدت قرآن مجید و سنت رسول الله نهی فرموده است از گریه کردن، جزف زدن، بر سر صورت زدن و خدا کن مال کردن، که حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که از ما نیست کسی که بر سر صورت بزند و جزف زدن کند، که این شکایتی است از الله جل جلاله. و خدا نمیدانم این ملت ایران ملت شریف و نجیب است که چقدر این آخوندهای رافضی یهودی با این ملت ظلم میکنند و دشمنی دارند و هر ساده که این آخوندهای رافضی میتونند این ملت مجرم به ساده این دشمنان دین و دنیایشان میرخسند، ولی این دشمنان دین و دنیایشان با این همه ظلم و نابخشیدنی که در حق این ملت مجرم روا داشتهاند باز هم دل پر از بغض و کینه و فریب زمینه لطکوب و خونمال کردن این ملت اسیر را فراهم می کنند به نام عاشورا و تاسوعا که به مدت 40 روز با ماتم می نشانند این ملت مظلوم را و شیطان به منبر شیطانی بالا می رود، در حال که شیطان با خدا دشمن است و شروع می کند به دروغ گفتن که نامش را روزخانی گویند و این ملت مظلوم را آگاهانه به دست خیش خدا می زنند و خونمال می کنند این جسم امانت خدایی را. ای ملت شریف ایران، بیدار شوید که قرآن مجید و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم دوباره به سراغتان آمده است و ترک کنید این مذهب شیعه صفوی دروغ را و چند بزنید به قرآن مجید و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم که این است بیشه و اصل اسلام، که هم در حاضرت کامیاب باشید و هم در آخرت. و السلام، قضاوت با شما.